در درس گلوبال کانفیگوریشن بهتون قول داده بودم که راجع به متا دیتا ها هم فیلمی آماده کنم. اجازه بدید وارد گلوبال کانفیگوریشن بشم. متا دیتا ها اطلاعاتی هستند که سرچ انجین هایی مثل گوگل، یاهو، اسک و امثال هم استفاده می کنند برای اینکه کسانی که اونجا به دنبال چیزی، اطلاعاتی و یا واژه به خصوصی می گردند رو بیان مچ بکنن با اون اطلاعاتی که شما اینجا ارائه دادید به اون سرچ انجین ها، و اگر اینکه با هم دیگه مچ بودند به اون بازدید کننده سرچ انجین سایت شما رو معرفی کنند. دیسکریپشن توضیحی هست که شما راجع به سایتتون میدید در اینجا، و بعد موقعی که در یکی از سرچ انجین ها برای مثال گوگل بگردن به دنبال میهن من نقطه کام، توضیح رو اینجا میبینید. توضیح رو من همیشه توصیه میکنم که تغییر بدند. دلیلش هم این است که این توضیح راجع به جمله هست. شما بایستی راجع به سایت خودتون بنویسید. کیورد ها هم در حقیقت واژه های هستند که توی سرچ انجین ها معمولا آدما می نویسن برای اینکه به دنبال یک واژه به خصوص می گردن. مثلا اگه به دنبال واژه استریمینگ می خواستن بگردن، اینجا می نویسن استریمینگ و بعد به تب من بایستی توی واژه هام اینجا استریمینگ رو نوشته باشم که جزء لیست سرچ انجین ها استریمینگ سایت من رو معرفی بکنه. برای اینکه بتونید واژه ها رو اضافه بکنید، پس از واژه بایستی کاما بذارید، فاصله بدید و بعد واژه بعدی رو بنویسید. به همین شکل کاما میدم و بعد دو مرتبه ادامه میدم واژه بعدی رو مینویسم. اجازه بدید تغییرات رو به وجود نیارم، چرا که اصلا این سایت قرار نیست که برای همین کار در نظر گرفته بشه و میهن من رو من فقط برای درس ها فعلا استفاده میکنم. متا دیتا ها در کانتنت ها هم تاثیرگذار هستن. هر آرتیکلی که شما می نویسید، اجازه بدید وارد یکیشون بشم. اینجا قسمت متا دیتا دارید. دیسکریپشن توضیحات رو اینجا می زارید. کیوردز رو اینجا می زارید. روبات ها می تونن کدی داشته باشن اینجا که اگر بخواید روبات ها پیدا نکنند، نو فالو رو اینجا می نویسید که البته توصیه می کنم این کار انجام ندید. و بعد هم آثر یا نویسنده اون مقاله رو میتونید اینجا مشخص بکنید که کی هست. به این وسیله این مقاله درون سرچ انجین ها مثل گوگل میاد و لیست میشه بنا به این کیوردز و دیسکریپشنی که اینجا میذارید. مطمئنن میدونید که از یک سیستم بسیار پیچیده سرچ انجین ها استفاده میکنن که هر چقدر دیسکریپشن شما بهتر باشه و کیوردز های بهتری رو انتخاب بکنید برای آرتیکل و یا سایتتون، اون سایت و یا آرتیکلتون میاد توی رده‌های بالاتری توی لیست سرچ انجین ها قرار میگیره. امیدوارم این درس هم به درتون خورده باشه.